درود بر شما. 24 فروردین ماه 1403 خورشیدی و 12 آوریل 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به اوضاع نظامی منطقه در پیوند با اسرائیل و ایران. پرده آخرم آخر برنامه. در حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 که با شلیک بیش از 3000 راکت در عرض همون 20 دقیقه اول شروع شد و با تهاجم زمینی ادامه پیدا کرد، بیش از 1400 اسرائیلی که اکثرشون غیر نظامی بودن کشته شدن. عده‌ای همچنان مفقود الاثرن و شمار قطعی گروگان‌ها نزد حماس هنوز معلوم نیست. 6 ماه از این حمله گذشته. هدف حمله 7 اکتبر حماس چی بود؟ مردم عادی که به یک جشنواره موسیقی رفته بودن، تو همون دقایق نخست 260 نفرشون کشته شدن. عده‌ایشون کسایی بودن که داشتن از مهلک فرار می‌کردن که افراد حماس به رگبار بستنشون. حماس بیش از 200 غیر نظامی را در همون محل گروگان گرفت و بعد به چند پایگاه نظامی اسرائیل حمله کرد و اون پایگاه ها رو اشغال کرد که و البته در پاتک ارتش اسرائیل پایگاه ها پس گرفته شد. در واکنش نظامی اسرائیل بنابر آمارهای حماس بیش از 32 هزار فلسطینی کشته شدند و همچنان این جنگ ادامه داره. جنایتی که از آغاز اسمش رو گذاشتن طوفان الاقصا به قول خامنه ای یا طوفان الاقصا و مسئولان جمهوری اسلامی اعلام حمایت کردن ازش. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم. این هست. همون موقع بعضی رسانه‌های بین‌المللی از جمله وال استریت جورنال گزارش دادند که جمهوری اسلامی طراح حمله بوده و دست کم 500 تن از افراد شاخه نظامی حماس رو و بقیه گروه‌های مثل جهاد اسلامی مزدورانش رو در واقع در ایران از یک سال قبلش آموزش داده برای همین حمله. جمهوری اسلامی فوری تکذیب کرد. دولت‌های مختلف غرب و شرق هم تکذیب جمهوری اسلامی رو تأیید کردند. گفتن خب مستقیم دست نداشته دیگه. این اهمیت تأیید یا تکذیب دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در این حمله به این دلیل است که معادلات سیاسی منطقه و بسا جهان تقسیم شده است به قبل از 15 مهر 1403 و بعد از 15 مهر 1403 و به این افتخار میکنه جمهوری اسلامی. برنامه ریزی برای کاهش فقر در کشور و رسوندن اقتصاد مملکت به سطح رفاه زندگی مردم و غیره براش اصلا افتخار نیست. اصلا براش مهم نیست این چیزا. این براش افتخاره که بمب بزنیم، حمله کنیم، صدها اسرائیلی بیگناه رو بکشیم، باعث کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی بیگناه بشیم که حماس به عنوان سپر انسانی در غزه ازشون استفاده میکنه. اینا براش افتخاره. لااقل در 6 ماه قبل از این حمله خامنه ای بارها علیه تحکیم روابط کشورهای منطقه با اسرائیل سخنرانی کرده بود. بارها گزارش دادیم تو همین صفحه آخر. در واقع زمین سازی بود برای عملیات تروریستی حماس در 15 مهر پارسال 7 اکتبر. و بعد تلاش های دیپلماتیک، تبلیغاتی و نظامی جمهوری اسلامی برای خرابکاری در روابط در حال ساخته شدن عربستان و بقیه کشورهای اسلامی با اسرائیل. و خامنه اینو کتمان نمی کنه. حادثه طوفان الاقصا یه حادثه تاریخ ساز بود. توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. یکی از نتایج حمله تروریستی حماس در 7 اکتبر پارسال 15 مهر 1402 الان من گفتم 1403 ببخشید از این اشتباه لوپی من دیگه شما عادت کردین معذرت میخوام. باری یکی از نتایج حمله تروریستی حماس در 7 اکتبر پارسال به غیر نظامیان یهودی در اسرائیل این بوده است که افکار عمومی اسرائیل نتیجه‌اش این شده که الان میگن سر ما رو باید در ایران زد.
آقای مهیر جاودانفر پژوهشگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه رایخمن در اسرائیل 20 فروردین 1403 به رادیو بین المللی فرانسه گفت هرگز ندیدم که محافل دانشگاهی و رسانه‌های اسرائیل به اندازه امروز بگویند دیگر جانمان به لب رسیده و حاضر نیستیم. همچنان ناظر منفعل حمایت‌های جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل باشیم. همین محافل صریحاً امروز اعلام می‌کنند که باید دیر یا زود با اربابان نیروهای نیابتی ایران یعنی خود جمهوری اسلامی ایران درگیر بشویم و به اصطلاح صورت حساب را مستقیما برای خود آنان بفرستیم. من نمی‌دانم که آیا دولت اسرائیل حقیقتاً خود را برای جنگی مستقیم با حکومت ایران آماده کرده است یا نه، ولی می‌دانم که امروز از نظر افکار عمومی اسرائیل رژیم ولایت فقیه ایران بزرگترین دشمن است. چون این درجه ای از خصومت را علیه جمهوری اسلامی من هرگز در اسرائیل مشاهده نکرده بودم. این یه نتیجه‌اش. یکی دیگه از نتایج حمله 6 ماه پیش حماس به غیر نظامیان در اسرائیل علنی شدن بیش از پیش یهودی ستیزی جمهوری اسلامی بوده. این علیرضا پناهیان یکی از دو روزخون اختصاصی پیشوا که اون یکیشون همین صدیقی گریانه که بوده لااقل تا الان، که این پناهیان که معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها بوده و الان مسئول تدوین کتاب های آموزشی در دفتر همکاری و حوزه و دانشگاهه، درست حرفایی رو میزنه در 17 فروردین 1403 در سیمای آقایون که نازی ها در آستانه جنگ جهانی دوم میزدن. نازی ها میگفتن قوم یهود در برابر جرمن ها، پناهیان میگه قوم یهود در برابر مسلمان ها. قوم یهود حسادتشون از همه اقوام بیشتره و نقششون در تاریخ اسلام بسیار پررنگ تر از این چیزیست که در نوع کتابهای تاریخی ذکر میشه. همینجا من باید گله کنم از آموزش پرورش. واقعا در طول این 40 سال نمیخوام اسم ببرم از کسانی که چهره های برجسته انقلابی هم هستن، بالاخره رفت و آمد دارن توی آموزش پرورش، باید سوال کرد، باید صدا و سیما محاکمه کنه که چرا در طول 12 سال تقریبا هیچی از نقش یهود در تاریخ اسلام به دانش آموزا گفته نمیشه. بنده رو دوستان متهم میکنن که آقا تو یه جوری بحث میکنی که انگار جاسوسی اونجا وجود داره. من میگم شما باید اثبات بکنید که اونجا جاسوسی وجود نداره. آخه چطور میشه تاریخ اسلام آدم به بچه‌هاش یاد بده بعد نقش یهود رو نگه؟ حالا فارغ از این که معلمای شریف این مملکت و این آدم که معلوم نیست از کجا آمده داره متهم به جاسوسی میکنه، این نگاه، این طرز حرف زدن، این یهود یهود کردن آشکارا نشون میده که نازیسم و فاشیسم چجوری با خمیرمایه فکری و سیاسی و فرهنگی این جماعت آخوند حاکم بر ایران و مکلهاشون البته آمیخته است. باری بذاریم از سریع این پیامدهایی که دم دست هست بگم، بعد بریم سراغ مهمانان ارجمند برنامه. یک پیامد دیگر حمله تروریستی حماس در 15 مهر 1402 گسترش جنگ در منطقه به دریای سرخ بوده. همزمان با حمله حماس به غیر نظامیان اسرائیل همون روز 15 مهر پارسال، حمله حوثی های یمن به اسرائیل هم شروع شد و تا امروز میدونید که با زدن تقریبا هر روزه کشتی های تجاری در دریای سرخ ادامه پیدا کرده، برای تاثیرگذاری بر امنیت منطقه، بر اقتصاد جهانی. رهبر انصار الله یمن همین چهارشنبه تو نماز عید فطرشون گفت یمنی ها در حال جهاد با آمریکا و انگلیس هستند. میگم چه معنی داره؟ ببینین این پرچمشونه. مرگ بر آمریکا و اسرائیل و لعنت بر یهود و ظفر بر اسلام. یعنی حتی اگر معذرت میخوام، بوز میخوام، حتی اگر جنگ کنونی اسرائیل و حماس به آتش بس هم برسد، حوثی های یمن اگر پول و سلاحشون تأمین بشود دست بر نمیدارن، چون دشمنشون مثل جمهوری اسلامی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است که از 7 اکتبر پارسال عملا جهاد با این استکبار رو شروع کردن. با
موشک‌های بالستیک و کروز قدس دو که جمهوری اسلامی به حوثی‌ها داده و به سختی قابل ردیابی این موشک‌های کروز. اما هفته گذشته به هر حال قضایا کمی فرق کرد و شاید وارد مرحله جدیدی شده باشه. جمهوری اسلامی همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه دیپلماسی به اصطلاح فعالی رو پیش گرفته. در تازه‌ترین دور سفرهای امیر عبداللهیان وزیر خارجه‌اش و همون استاد زبان انگلیسی به چند کشور منطقه، هفته پیش استاد تشریف بردن سوریه. خبرگزاری دولت سید محرومان نوشت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان صبح دوشنبه در صدر هیئتی سیاسی و پارلمانی و به منظور دیدار با مقامات عالی رتبه سوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شد. این در حالی است که استقبالی توسط مقامات رسمی سوری انجام نشد. چرا؟ دولت اسد که حیات و مفیلمش هم دیدین دیگه. دولت اسد که حیات و مماتش رو از جمهوری اسلامی داره. علت این سردی در استقبال رسمی و این تحقیر در یک قرار تعیین شده چیه؟ حالا خواهیم پرداخت به این موضوع. اما مهمترین موضوع چند روز اخیر در معادلات منطقه حمله هوایی اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق پایتخت سوریه بود. هدف گرفتن فرماندهان نیروی قدس سپاه و کشتن 7 تا از اونا در این ساختمان، از جمله محمد رضا زاهدی معروف به ابو مهدی. فردای این حمله شاخه نظامی حماس، گردانهای عزالدین قسام، بیانیه داد. ترجمه این بیانیه رو، ترجمه فارسی این بیانیه رو خبرگزاری حوزه دارین میبینین منتشر کرد در ایران. ما گردانهای عزالدین قسام ضمن محکوم کردن این ترور ناجوان مردانه، نقش بزرگ شهید ابو مهدی را در ساختن جبهه مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست طی سالیان متمادی و نقش برجسته او را در طوفان الاقصا می ستاییم. یک روز بعد از بیانیه حماس، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که تشکیلات مهمه به اصطلاح اصولگرایان جمهوری اسلامی است. مهم این نظر میگم، این مجلس شورای اسلامی که گفتن یه دسته با آقا، 177 نماینده از به اصطلاح نماینده، از 290 نمایندهش مال همین شورای ائتلاف بود. 177 از 290 همین الان که به اصطلاح دور دومشون هم هنوز برگزار نشده، 85 تاشون مال همین شورای ائتلاف هست. رئیسش که طرفداری بیشتر قالیباف و ایناست، رئیسش که قلوم علی حداد عادل پدرزن مشتبه خامنه‌ای. این در رسانه‌اش با تیتر درشت نوشت تجلیل شورای ائتلاف از نقش شهید زاهدی در عملیات طوفان الاقصا، نقش راهبردی شهید زاهدی در تشکیل و استحکام بخشی در تشکیل و استحکام بخشی به جبهه مقاومت و همچنین طراحی و اجرای طوفان الاقصا از افتخارات بزرگی است که مجاهدت‌های خاموش این فرمانده کبیر را در اوراق افتخارات مبارزات ضد رژیم اشغالگر جاودانه خواهد ساخت. خب فرداش 16 فروردین همین رسانه شورای ائتلاف آمد گفت ما رو دست گردانهای عزالدین قسام نوشته بودیم. یعنی پیداست که از قول پیشوا بهشون گفتن اینجوری نگیم، فعلا به نفعمون نیست. با این وجود تو همونجا که میگه ما رو دست اونا نوشته بودیم، همینو باز تکرار میکنه. یعنی هیچ کس تکذیب نمیکنه اون بیانیه حماسو، اینجا هم باز این تکرار میکنه با یه شکل دیگه. دارین میبینین بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تجلیل از نقش سرلشکر شهید محمد رضا زاهدی در تشکیل جبهه مقاومت و طوفان الاقصا برگرفته از بیانیه گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بود که تصریح دارد، یعنی صراحت دارد که این فرمانده کبیر و شهید راه قدس سالیان طولانی در تشکیل جبهه مقاومت علیه اشغالگران صهیونیست و همچنین عملیات طوفان الاقصا نقش برجسته‌ای داشته است. روشن شد دیگه، در خدمت آقایان
حسن دایی پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی و فرزین ندیمی کارشناس امور دفاعی و امنیتی در انستیتو واشنگتن هستیم. خوش آمدید به امشب صفحه آخر. اجازه بدید اول از آقای دایی بپرسم که آقای دایی چرا در جمهوری اسلامی الان دارن میگن حالا غیر رسمی که طراحی و فرماندهی حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 15 مهر پارسال کار سپاه بوده؟ یعنی چه عوض شده که 6 ماه پیش همشون مطلقا انکار میکردن و این حرفا رو نمیزدن؟ با درود به شما و آقای ندیمی، به باور من یکی از دلایلش تغییر شرایطی که در 6 ماه گذشته شاهدش بودیم. اگه یادمون باشه در اون اوائل جمهوری اسلامی از طرق مختلف به برخی رسانه ها این خبر رو درج میداد که اصلا جمهوری اسلامی از دست حماس عصبانیه که چرا بدون مشورت من، اجازه من یا هر چیزی حمله تروریستی 7 اکتبر رو انجام دادی، یا مثلا میومدن میگفتن که جمهوری اسلامی به شدت ناراحته که حزب الله لبنان بدون اجازه جمهوری اسلامی از موشکاش استفاده کرده برای پرتاب به اسرائیل، و این اعتراض خودشو حالا یه نشریه کویتی اعتراض خودشو سپاه قدس رسما به حزب الله گفته، اعتراضش پنهانی گفته به نشریه کویتی هم یواشکی اطلاع دادن که اینو منتشر کن. این اخبار مسخره ای که روزهای اول میدادن که بگن یعنی ما نبودیم، به خاطر اون شرایطی بود که واقعا نمی‌دونستن که تحولات به کدوم سمت میره و نگران بودن. اونا می‌خواستن همیشه کارشون این بوده که از اتفاقی که افتاده که خودشون نقش درجه اول در راه اندازیش داشتن، به باور من می‌خواستن نونش رو بخورن و چوبش رو نخورن. این مراحل اولیه بود. الان به باور من بعد از 6 ماه با ترجمه که اسرائیل مشکلات زیادی داره، فشار افکار عمومی، به ویژه فشار افکار عمومی جهانی، شکافی که بین اسرائیل و آمریکا هست و دستبستگی‌های اسرائیل برای گسترش جنگ غزه چه در لبنان چه در با جمهوری اسلامی خیالش راحت‌تر شده و میخواد روی موج افکار عمومی سوار بشه، فایده‌اش رو ببره، خودش رو رهبر جهان اسلام، رهبر به اصطلاح مسئله فلسطین و فلسطینیان و پدرخوانده اونها جلوه بده به طور علنی که نونش رو بیشتر بخوره، امتیازش رو ببره. نگران این نیست که با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و با توجه به مواضع آمریکا خطری متوجهش باشه از این جانب، زیاد به نظر من نگران نیست. ممنونم آقای ندیمی عزیز، نظر شما چیه؟ درود بر شما جناب فضائلی، جناب دایی و بینندگان گرامی. ببینید، من اینو یه مقدار متفاوت نگاه میکنم. به نظر من چندان مهم نیستش که آیا جمهوری اسلامی یا ببخشید حکومت اسلامی مشخصا در صدور دستور حمله 7 اکتبر نقش داشته یا زمان اون خبر داشته یا خیر. این مثل یک پدری میمونه که فرزندشو جوری تربیت کرده باشه طی سالها که انواع روش‌های کشتن آدم رو بهش یاد داده باشه، تشویقش بکنه که همسایه‌های خودش رو بکشه و اونا رو به عنوان بدترین اسما مثل غده سرطانی نام ببره و اونا رو شستشوی مغزی بده و بفرسته تشویقشون بکنه که بره همسایه رو بکشه، و یه شب که این میره یه همسایه رو میکشه، بعد نمیتونه عنوان بکنه که من هیچ اطلاعی نداشتم، من هیچ نقشی نداشتم. موضوع اینجا هست که از سال 57 قبل از اون، اگر به مصاحبه‌های دهه 40 آقای خمینی بنیانگذار حکومت اسلامی با رسانه‌های مختلف هم نگاه بکنی، از همون زمان صحبت از ادای تکلیف و مبارزه با اسرائیل، از سال 57-59 صحبت از غده سرطانی بودن اسرائیل می‌شده و اینکه ما باید به تکلیفمون عمل بکنیم و با اسرائیل مبارزه بکنیم و سعی کنیم اسرائیل نابود بکنیم، حالا چه موفق بشیم چه نشیم، مسئله یه نوع تکلیف محوریه. و بعد که آقای خامنه ای رهبر حکومت اسلامی شد، ایشون هم مرتبا در صحبت مختلف رو این نکته تاکید میکرده که ما باید از گروه های فلسطینی حمایت بکنیم به هر روش ممکن، از جمله روش های نظامی، و باید برای نابودی اسرائیل اقدام بکنیم. این ترجیحاً باید میتونه راه های مثل انتخابات و رفراندوم و اینجور چیزا باشه، ولی اگه به روش های دیگه هم لازم شد این کار باید انجام بگیره. در مورد حماس، ببینید حماس یک گروهی هست، حماس یک گروه مسلحی بوده که از
سالهای سال پیش از دهه اواخر دهه 80 و به ویژه از سالهای دهه 90 میلادی و باز به ویژه از سال 2004 وقتی که رهبر معنوی حماس ترور شد به واسطه اسرائیل، در مراحل مختلف روابط نزدیکی با حکومت اسلامی برقرار کرد. ببخشید، نیروی قدس سپاه در تامین اسلحه حماس، در تشویق اون، تحریزی عملیات مختلف در مراحل مختلف جنگ هایی که حماس از زمان به دست گرفتن غزه در سال 2007 با اسرائیل داشت، سال 2009، سال 2014، سال 2021-22 به طور کامل در تحریزی عملیاتی حماس نقش داشته، در تامین راکت ها و دانش فنی ساخت راکت با استفاده از لوله های آب و ساخت سوخت موشک، سوخت جامد موشک در غزه و همینطور ساخت انواع گلوله های ضد تانک به حماس کمک میکرده و حماس هم با استفاده از تونل هایی که بیش از 600 تونلی که زیر مرز مصر زده بود، از مسیری که زیر نظر قاسم سلیمانی و نیروی قدس بود، این انواع سلاح ها و راکت ها به داخل غزه قاچاق شده و اینا رو آموزش میدادن، تمرین میکردن زیر نظر ایران که دقیقا همین کار رو انجام بدن و همین مانورهایی که در یکی دو سال اخیر حماس در زیر دید اطلاعاتی اسرائیل انجام میداد، دقیقا همین عملیات عبور از سیمهای خاردار و خطوط دفاعی اسرائیل رو و از کار انداختن دوربین های مراقبتی اسرائیل رو تمرین کردن و در یک روز مشخصی این کار رو، این عملیات رو به اجرا دروردن و نمیتونه جمهوری اسلامی ادعا بکنه که نقشی در این عملیات نداشته، به همونطوری که در واکنش هایی که آقایون بعد از عملیات طوفان الاقصی منتشر کردن هم کاملا مشخصه که چقدر ذوق زده بودن و چقدر همین آقای خامنه ای صحبت از این میکرد که دیگه اون هیمنه، به اصطلاح هیمنه اطلاعاتی و نظامی اسرائیل دیگه از هم پاشیده و غیر قابل ترمیم، روی غیر قابل ترمیم بودنش هم تاکید کرده و گفته که اسرائیل دیگه اسرائیل سابق نیست، اون تعادل روانی سابق رو نداره و از به همه روش‌های ممکن تشویق کردن حماس رو. از اون زمان تا حالا هم این روش، این روند ادامه داشته. بنابراین من اصلا این مسئله رو نمیپذیرم که جمهوری اسلامی خبر نداشته. حتی اگر از روز حمله هم خبر نداشته، از نفس حمله نه تنها اطلاع داشته بلکه به آماده شدن حماس در اجرای این حمله کمک کرده، سلاح‌های لازم رو در اختیارش قرار داده و کمک و اطلاعاتی هم بهشون کرده. بنابراین میشه گفتش که کاملا شریک جرم حماس هستند. نه، خود حماس که یعنی زدین قسام گردانهاش که مثلا شاخه نظامی حماس که بیانیه داده، تو اون میگه اصلا مدیریت کرده در طوفان الاقصا رو. ببینید، یه اشاره کردین به تونل های بیش از 600 تونل در مرز با مصر. این گذرگاه رفح در مرز مصر و اسرائیل چه اهمیتی داره که الان شاید یک ماه باشه که مدام صحبت از این است که اسرائیل میگه ما حمله زمینی میکنیم به این منطقه و مدام ازش میخوان که حمله نکنه، نمیدونم باجگیری میکنن فلان. چه اهمیت رفح چیه آیه دایی؟ خواهش میکنم بفرمایید. اما یه نکته اضافه بکنم، درست میفهمن آقای ندیمی که در هر حال جمهوری اسلامی مسئولیت داره، ولی در مورد این عملیات تروریستی 7 اکتبر به باور من جمهوری اسلامی دقیقا اطلاع داشته، در طراحی همه چیش دخالت داشته. نمیشه یک گروهی، درسته ما وقتی نقشه‌ای بکشیم از تمام گروه هایی که به نوعی یا وابسته به جمهوری اسلامی هستن یا دستاخت جمهوری اسلامی، میتونیم مثلا از فاطمیون مثلا بگیم که کاملا دستاخت سپاه قدس و رهبران اصلیش اعضای سپاه قدس، اعضای ایدئولوژیک سپاه قدس یا حزب الله، تا برسیم آروم آروم به برخی گروه هشت و شعبی که یک کمی در برخی جاها ممکنه حرفم گوش نکنن، تا برسیم مثلا به حماس که در این جاهای ممکنه استقلال داشته باشه. ولی وقتی یک گروهی مثل حماس که حامی تسلیحاتی اصلیش جمهوری اسلامیه
تأمین کننده مالی اصلیش هم جمهوری اسلامیه، در مانورهایی که برای آماده سازی این عملیات هم بوده شرکت داشته، بعد بیاد حماس بدون اطلاع جمهوری اسلامی در یه روز یه کاری بکنه که میتونه خاورمیانه رو تغییر بده، عواقب بسیار بدی هم ممکن برای جمهوری اسلامی اگه آمادگی نداشته باشه داشته باشه. این بعیده. و دوم این که من خودم شخصا وقتی نگاه میکنم به روابط اطلاعاتی، تسلیحاتی، مالی و امنیتی سپاه قدس با این گروه ها، شو فکر کنید مثلا انتقال اسلحه به غزه ساده نیستش که، این باید به شدت هماهنگ باشن، باید سیستم های اطلاعاتی و سپاه قدس با حماس در بالاترین سطوح با هم کار کنن مرتب، انتقال پول جوری که در طریق بانک پول نمیفرستن که، و حتی به کرانه باختری در رابطه با حزب الله هم همینه. این میزان از همکاری نزدیک اطلاعاتی، امنیتی و تسلیحاتی که در بالاترین سطوح اینها با هم کار کرده و میکنن، نمیتونن بدون اطلاع جمهوری اسلامی کاری بکنن. و در پایان هم اینه که در روز 7 اکتبر به غیر از حماس جهاد اسلامی هم بودش، حداقل 6 گروه دیگر هم بودن که جهاد اسلامی دیگه کاملا به باور من بسیار نزدیکتر به جمهوری اسلامی و نمیتونست اطلاع نده. و برای همین هم این سوال برای من باقی که چطور، آیا اینا واقعا اسرائیل رو خام کردن؟ چطور اسرائیل این آژیرهای خطر اطلاعاتی رو قبل از 7 اکتبر ندید و این ضربه امنیتی بزرگ رو خورد؟ ضربات امنیتی هم به هر کشوری مثل 11 سپتامبر در آمریکا ناشی از عدم آگاهی سیاسی، اینه که آدم راداراش رو در یه جهتی متوجه نکنه، گاردش رو باز بکنه، طرف رو دست کم بگیره، خطر رو نبینه، خام بشه. من معتقدم سوال اصلی هم در اینجاست. من اهل تئوریای توته به هیچ وجه نیستم. من فکر نمی کنم به هیچ وجه اسرائیل یک کشور دموکراتیکه. اگر جایی خطایی بوده به همین بزرگی که مثلا میدونستن اطلاع ندادن، این درز میکنه. اینها نیست، اینها رو، این تئوریای توته رو به هیچ وجه من باور ندارم. ولی خیلی آژیرهای خطر رو ندیدن. آیا جمهوری اسلامی با این بنوستانهای پشت پرده سر مسائل هسته‌ای، نزدیکیش به عربستان و اینها پیامهایی داد که اینها رو خواب کرد؟ واقعا نمیدونم. ولی برای من شخصا با این سالاش دنبال میکنم انتقال اسلحه به غزه، مسائل مالی و غیره رو، با این سطح از همکاری اطلاعاتی حماس با جمهوری اسلامی بسیار برای من بعیده که بپذیرم نمیدونست جمهوری اسلامی از روز حمله. خب ممنون. مثل این که این موضوع بیشتر مورد علاقه است تا مسئله رفح. خیلی خب، رفح رو فعلا درز میگیریم بعد تو صحبت ها. نه تو میترسم قاطی بشه. بذارین من همینو، این نکته ای که آخر شما اشاره فرمودین آقای دایی، من نظر آقای فرزین ندیمی را باید بدونم، یعنی گفته بشود، و اون این است که آیا آقای ندیمی درباره اینکه جمهوری اسلامی از نظر شما حتما خبر داشته، صحبت کردیم بسیار خوب، چرا، یعنی با چه فرضیه می شود پذیرفت که اسرائیل چجوری متوجه، با این همه توضیح ها دادن دیگه آیدایی، با این همه دستگاه اطلاعاتی امنیتی، یعنی حکومتی که دستگاه امنیتی که عملیات را از داخل تهران بر در تهران انجام میده، تو ایران میره فرمانده سپاه رو میگیره یا فلان اطلاعاتی رو میگیره، ازش بازجویی میکنه، آزادش میکنه، فیلمش هم میگیره، یه همچین دستگاه امنیتی چجوری نفهمیده بود؟ خواهش. خب این یک افتضاح اطلاعاتی بزرگ برای اسرائیل بود در حد جنگ 1973 و شاید هم بیشتر، و همونطور که بعد از جنگ 1973 بسیاری از مقامات اسرائیلی بعداً به خونه هاشون فرستاده شدن، یا بعد از جنگ 2006 فکر میکنم بعد از این جنگ هم وقتی که تموم بشه خیلی از مقامات اسرائیل، مقامات امنیتی اسرائیل جاشون رو باید به افراد جدید بدن. این شکست بزرگ بوده. ولی خب نوع طراحی عملیات هم طبیعتاً به نوعی بوده که با همونطور که عرض کردم با اطلاع، با کمک و کمک فکری و اطلاعاتی حکومت اسلامی طوری طراحی شده بوده که بتونه
از نقاط ضعف اطلاعاتی اسرائیل استفاده بکنه. با شناختی که پیدا کرده بودن، میدونیم که حالا صحبتهایی هست 100% تایید نشده، ولی برخی از کارگرهای غزه‌ای که برای کار به طور روزانه به همون کیبوتسایی که بهشون حمله شد سفر میکردن، جمع‌آوری اطلاعات میکردن، یعنی اطلاعاتی که از اونا از طریق این افراد جمع‌آوری شده بود در تحریزی حمله مورد استفاده قرار گرفته. و خب این در حقیقت یک کردیتیه که باید به حماسی ها داد، ولی از طرف دیگه اسرائیلی هم میتونستن خیلی بهتر به هشدارهایی که داده شد به سلسله مراتب فرماندهی عمل بشه. نیروهای جوانی که مسئول مراقبت از این دوربین های مراقبتی بودند و نظارت بر این دوربین ها بودند چندین بار هشدار دادند، ولی به نظر میرسی که بعد از سالها فرماندهان رده بالاتر دچار نوعی خمودگی شده بودند و این اطلاعات جدی نگرفتند. متاسفانه در حتی یک سیستم پیچیده هم بعد از اینکه سالها شما با یک روند مشخص روبرو هستین، کم کم اون در حقیقت آگاهیتون و اون آمادگیتون در حقیقت از بین میره و این وضعیت به این شکل پیش اومده که حماس تونست با یک عملیات سریع بتونه دوربین های مراقبتی از کار بندازه به وسیله درون و تمرین هایی که مرتب کرده بود و به اجرا در بیاره و وارد بشه. این نکته رو عرض بکنم، من نگفتم که ایران خبر نداشته، گفتم احتمال اینکه خبر نداشته هم باید وجود داشته باشه، ولی من هم مثل جناب دایی با توجه به نوع و شیوه ارتباطی که امت اسلامی با گروه نیابتیش داره، این احتمال رو کاملا محتمل میدونم که همونطور که در تحریزی عملیات شرکت داشته، ممکنه در شروع برای دستور عملیات هم نقش داشته باشه. ولی خب صحبت زیادی هست، میگن که یحیی سنوار حتی به اسماعیل هنیه رو در این زمینه مطلع نکرده بوده و حتی جهاد اسلامی هم در مراحل اولیه شروع حمد خبر نداشته، بعد پیوسته تا از غنایم جنگی استفاده بکنه و خیلی صحبت های دیگه‌ای که میشه. و من فکر میکنم تنها در کمیسیون تحقیق بعد از پایان جنگ بسیاری از واقعیت مشخص. به حسن روحانی گفتن که تو هی میگی که من صبح خواب پا شدم خبر نداشتم که بنزین گرون شد، بعد اومده جواب داده الان، یعنی الان که مثلا در همین یکی دو ماه اخیر رو وبسایتش هست، جواب داده که من به وزیر کشور گفته بودم که شما یه روز جمعه یه موقعی این کارو عملی بکنه. خب اونا هم به من دیگه نگفته بودن که همین جمعه داریم این کارو میکنیم، برای همین من دروغ نگفتم که. این همون ماجراست این که شما میفرمایید. باری ببینید، حالا در پاسخ به این اوضاع همه صحبت از این میکنن که اقدام جمهوری اسلامی در تلافی حمله هوایی اسرائیل به سفارتخونش در دمشق چگونه خواهد بود. باز دوباره این آقای حسن نصرالله که میاد صریح میگه حرفا رو، این بار نمیدونم که حرفش به هر حال چقدر واقعیت داره. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان همین 20 فروردین 1403 گفت آنچه در این حمله تازه است، یعنی در حمله اسرائیل به سفارتخانه جمهوری اسلامی در دمشق، آنچه در این حمله تازه است حمله به خاک ایران است. یک مرکز یا ساختمان همانند قبل هدف قرار نگرفت، بلکه کنسولگری ایران هدف قرار گرفت و خاک ایران هدف قرار گرفت. مسئله دیگر سطح ترور است. سطح ترور بالاترین سطح در سالهای گذشته بود. شهید زاهدی فرمانده مستشاران ایرانی در سوریه بود. اسرائیلی ها میگویند ما قبلا سپاه پاسداران را زده ایم و جمهوری اسلامی هم همانند قبل ما را در کشور ثالث جواب میدهد. اما این بار این گونه نیست. امام خامنه ای و مسئولین ایرانی تصمیم قاطعی گرفتند که پاسخ ایران مستقیما خواهد آمد. خب آیا این بلوف یا واقعیت آقای ندیمی؟ به نظر میرسه که این تصمیم رو گرفتن و حالا میتونه ظرف امشب اتفاق بیفته، میتونه ظرف چند روز آینده اتفاق بیفته، ولی به نظر میرسه که این تصمیم گرفته شده و به خاطر همین هم هست که کشورهای غربی ایالات متحده بسیار تلاش میکنه از کانال‌های مختلف این پیام رو به حکومت اسلامی برسونه
که ما در کنار اسرائیل خواهیم بود و اجازه نمیدیم که سطح تشدید اوضاع از این هم بدتر بشه. ولی خب باید دید آیا واقعا این پشتیبانی تا چه حد خواهد بود، آیا این پشتیبانی در سطح بازداشتن ایران از حمله خواهد بود، یا اینکه سعی بکنن که از بالا رفتن سطح تنش از یه حدی جلوگیری بکنن. این خب وقایع میدانی نشون میده، ولی اونطوری که ایالات متحده داره سعی میکنه به ایران نشون بده اینه که ما پشتیبانیمون از اسرائیل خدش ناپذیره، و اونطوری که آقای خامنه‌ای طی این سال‌های اخیر و به خصوص بعد از طوفان الاقصا خیلی امیدوار بود که بتونه یک فاصله ایجاد بکنه بین آمریکا و اسرائیل، و شاید به خاطر همین هم از حمله به نیروهای آمریکایی خودداری بکنه، ولی واقعیت اینجاست که به ویژه در دولت آقای بایدن این اختلاف ایجاد نمیشه، و آمریکا همیشه سعی خواهد کرد که از اسرائیل پشتیبانی میکنه. در هر شرایطی ما انتظار داریم که در طی روزها و ساعات آینده یک سری اقداماتی از جمله اعزام نیروهای بیشتر، امکانات بیشتر، هواپیمای بمب افکن، سیستم پلافند هوایی، هر چیزی که بشه با سرعت انجام بگیره انجام بشه، تا بعد بیشتر به ایران این پیامو بدن که از اجرا کردن این تصمیمی که به نظر میرسه گرفته شده خودداری بکنیم. و ما اینا میدونیم که هرچند که ممکنه رهبر حکومت اسلامی چنین تصمیمی گرفته باشه، ولی میتونه تا آخرین لحظه نظرش عوض بشه و از انجام اون خودداری بکنه. ولی اینکه اگر این حمله مستقیم از داخل خاک ایران انجام بگیره اونطوری که پیش بینی میشه و اطلاعات نشون میده، این باعث خواهد شد که اسرائیل هم واکنش مستقیمی به داخل خاک ایران انجام بده. اینو به طور مشخص اسرائیل گفته، ولی این به چه کیفیتی علیه چه اهدافی انجام خواهد شد هیچ کس نمیدونه. شاید واقعا تهران، ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در شرق تهران یا قرارگاه سارالله در مرکز تهران، اینا جزء اهدافی هستن که اسرائیل میتونن و تاکید میکنن که میتونن مورد حمله قرار بدن اگر حکومت اسلامی به این تهدید خودش جامعه عمل بپوشه. آقای دایی ممنونم. آقای ندیمی، آقای دایی، آیا اینطور که آقای ندیمی هم فرمودن مستقیم واقعا تصمیم گرفته جمهوری اسلامی؟ لااقل به نظر میاد که مستقیم خودش، نه از طریق نیابتیاش، خودش مستقیم به اسرائیل حمله بکنه یا به هر جایی که میدونم که مربوط به اسرائیل باشه. عرض کنم که ببینید، من فکر میکنم یکی با تجربیات گذشته میتونیم به چارچوبی رو برای خودمون ترسیم بکنیم و یه پیشبینی هایی بکنیم، اما یادمون نره که ما بعد از 7 اکتبر وارد یک دوران جدیدی شدیم. یه نقطه عطفی هست اصلا به باور من کلا ما دو تا نقطه عطف در روابط جمهوری اسلامی تو تقابلش با اسرائیل داشتیم، یکی 1991 پایان 1991 تا 1370 خودمون بود، بعد از تشکیل کنفرانس مادرید، کنفرانس صلح مادرید، که جمهوری اسلامی پرچم مخالفت با صلح بین اسرائیل و فلسطینیان رو برافراشت، عملیات تروریستی انجام داد. بسیار بسیار نقطه عطف مهمی بود، چه در روابط خارجی جمهوری اسلامی، چه در تقابل با اسرائیل، و چه اینکه کلن اسرائیل اون موقع آقای اسحاق رابین که نخست وزیر شد، ایشون کلن دکترین اسرائیل رو تغییر داد که تا اون زمان میگفت دشمن اصلی ما، کشور پیرامون ما، این رو تغییر داد و گفتش که بنیادگرای اسلامی و جمهوری اسلامی تهدید اصلی استراتژیک اسرائیل هستند. بعد از 7 اکتبر ما وارد دوران جدیدی شدیم، بنابراین باید این دوران رو نگاه کرد تا قضاوت که هر چیزی هم ممکن پیش بیاد. اما اون چارچوبی که من برای خودم ترسیم میکنم که جمهوری اسلامی الان یه ضربه خورده تحت فشار روانیه که پاسخ بده، ولی اگه اسرائیل یه ضربه دریافت کنه، اسرائیل بیشتر تحت فشاره که حمله بکنه به جمهوری اسلامی پاسخ بده. برای اینکه اصلا ضربه مهمی که اسرائیل بعد از 7 اکتبر خورده مسئله بازدارندگیه که خدشه‌دار شده، باید در مقابل جمهوری اسلامی یه پاسخ خیلی جدی بده، اگرچه آمریکا به فشار خواهد آورد اینها، و این برای جمهوری اسلامی ضربه بسیار بدتری خواهد بود. بنابراین توان مقابل نظامی که نداره جمهوری اسلامی، نمیاد به باور من حمله ای بکنه که غیر قابل کنترل باشه
و از دستش خارج بشه. چرا؟ دو تا فاکتور هست. یکی اینکه بین جمهوری اسلامی در داخل ایران وضعیت بسیار شکننده‌ای داره. با تمام بحثایی که تو این 6 ماه هست، مسئله اصلی رو جمهوری اسلامی میخواد بپوشونه، ضعف خودش در مقابل مردم، جنگ واقعی که با مردم داره، اقتصادش ورشکسته است، مردم ازش نفرت دارن، ممکن برای هر موضوعی مردم بیان تو خیابونا. بنابراین اگر وارد درگیری غیر قابل پیش بینی بشه، ضربات سنگین نظامی بخوره، آبروش بره، در داخل قدرتش به شدت ضعیف میشه، میتونه تاثیر جدی رو جنبش بگذاره، براش بسیار پیامدهای خطرناکی میتونه داشته باشه. بنابراین وارد ریسک‌های زیادی نمیشه، سعی میکنه نان این داستان رو که تو این 6 ماه بوده بخوره، ولی وارد ریسک نشه. مسئله پایانش هم اینه که بالاخره الان جمهوری اسلامی از درد و رنج مردم فلسطین و اون فجایع انسانی که در اونجا هست داره حداکثر استفاده رو میبره، از شکاف بین آمریکا و اسرائیل هم فایده میبره. اگه وارد تقابل بشه این میشه مسئله اصلی و اونها میره به سایه، میره به کنار. شکاف آمریکا با اسرائیل هم که در حد بعد چارچوبش نگاه بکنیم زیاد نیست، ولی یه شکاف جدید هم هست در رابطه آمریکا و اسرائیل، این پر خواهد شد به ضرر جمهوری اسلامیه. بنابراین من فکر نمی کنم یه حمله‌ای بکنه که تمام این چارچوب ها رو بخواد خدشه‌دار بکنه. ببینید، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی، معاون سیاسی دفتر رئیسی، جمعه 17 فروردین همین چند روز پیش توییت زد که جمهوری اسلامی ایران در پیامی مکتوب با آمریکا هشدار داد در دام نتانیاهو نیفتد، کنار بکش تا ضربه نخوری. در پاسخ آمریکا از ایران درخواست کرد که اهداف آمریکایی را نزند. این به نظر شما، بذارین اول از آقای ندیمی بپرسم. آقای ندیمی، شما اشاره کردین که به هر حال این یه مقدار تفاوت داره نظرتون با آقای دایی، فکر میکنم درباره این شکاف بین آمریکا و اسرائیل که شما میگین شکاف تقریبا وجود نداره، ولی اگه اشتباه میکنم بفرمایید. به هر حال، ولی آیا این چقدر واقعیه این توییت؟ این توییت واقعا فقط تبلیغاته یا اینکه این ارتباط برقرار شده و چون این چیزی زده شده این توییت؟ و ثانیا اگه واقعی باشه، موضع و سیاستی رو که میشود توضیح داد از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس این توییت چیه؟ میشه حد زد که پیام‌های مبادله شده باشه به وسیله کشورهای واسطه و سفارت‌های واسطه. از طرفی ایران این پیام رو حتما به آمریکا داده که شما از سمت گرفته، از حمایت از اسرائیل، در صورتی که ما واکنش نشون بدیم باید خودداری بکنیم. و طبیعتاً ایالات متحده هم این پاسخ رو داده به ایران که نه، ما تحت هر شرایطی از اسرائیل حمایت میکنیم. یه دو نکته که دو طرف سعی کردن برای هم دیگه روشن بکنن، ولی اینکه تا چه حد تاثیر بازدارنده داشته باشه برای هر دو طرف مشخص نیست. من فکر میکنم درسته آمریکا نسبت به خیلی از مسائل با اسرائیل اختلاف نظر عمده داره، به ویژه در جنبه‌های جنگ غزه، به خصوص ورود به منطقه رفح، ولی از زمینه‌های دیگه‌ای حمایت آمریکا از اسرائیل واقعا خدشه ناپذیره و اینو رئیس جمهور آمریکا هم دیروز چند بار بهش اشاره کرده. به هر حال این یک واقعیتی هست که ایران باید کاملا در نظر داشته باشه، ولی از طرف دیگه اسرائیل هم این توانایی داره که حداقل برای یکی دو موج اولیه اگر بخواد واکنشی به اقدامات ایران انجام بده بتونه این کار رو تنها انجام بده، ولی طبیعتاً اگر این کار به یک سیر تسلسلی منتهی بشه اسرائیل به حمایت آمریکا نیاز خواهد داشت، هم تسلیحاتی، اطلاعاتی، هواپیمای سوخرسان، و حتما این امکانات رو دریافت خواهد کرد. ولی آیا ایران تصمیم خواهد گرفت که در صورت چنین اتفاقی ضرباتی به نیروهای آمریکایی در منطقه وارد بکنه؟ ممکنه این کار نکنه، به خاطر اینکه به هر حال در هر زمان آدم با یه دشمن بجنگه بهتر جای اینکه همه رو دشمن خودش بکنه و چند جبهه همزمان. ببینیم، به نظر میاد که وقتی آدم فضای عمومی رو نگاه میکنه، اروپا از یه طرف، آمریکا از یه طرف، و این بحث ها و این مذاکرات و این رفت آمد های پیام ها و پیامک ها و توییت ها و اینها، به نظر میاد که این کوتاه آمدن های در واقع لااقل بگیم جهان غرب در برابر جمهوری اسلامی برای اینکه
اوضاع متشنج‌تر از این نشه و خب این به ضرر امنیت، اقتصاد جهانی، همه چیز هست و حالا نهایتاً ممکنه که جمهوری اسلامی رو نابود بکنه، ولی در قدم‌های اولیه بیشترین ضربه رو به غرب میزنه. اینا باعث شده به نظر میاد که مثلا، من مثال میزنم خدمتتون، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیاد بگه که همین دوشنبه پیش 20 فروردین در کنفرانس خبری در بروکسل بگه ما میخواهیم کانال‌های ارتباطی با حکومت ایران را باز نگه داریم، ما از حکومت ایران میخواهیم که خیشتنداری نشان دهد و از نفوذ خود برای پرهیز از تشدید تنش به ویژه در رابطه با حوثی‌های یمن استفاده کند، اما یعنی به اونا بگه کوتاه بیاین، اما فکر نمی کنم که ایران کنترل کاملی بر تصمیم گیری حوثی‌ها داشته باشد. حوثی‌ها کاملا خودمختار شده اند. از کی این اتفاق افتاده؟ آخه حوثی‌ها که ببینید فقط در عرض 8 ماه به اندازه تسلیحات یک ارتش واقعا از سلاح‌های جمهوری اسلامی که گرفته بودن توقیف شده و که اینو ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که در سال 1401 تا بهمن 1400 در عرض 7-8 ماه بیش از 5000 قبضه کلاشنکوف، تیربار، تفنگ، فلان فلان فلان، بیش از 500000 گلوله 7.5 میلیمتری به از اینا رو توقیف کرده. خب این حجم عظیم سلاح و مهمات، این فقط توقیف شده ها از 4 تا کشتیه در یک بازه زمانی 7-8 ماهه. جمهوری اسلامی وقتی که اینجوری سلاح میده، پول میده، خب طبیعتاً اربابشه دیگه، مفت مجانی برای قربتن الله که نمیکنه این کارو. چرا میاد اتحادیه اروپا میگه حوثی‌ها مستقل دارن عمل میکنن از جمهوری اسلامی؟ بگین آقای دایی، خواهش میکنم. بله، اولا اون توییت اولی که اون مقام جمهوری اسلامی گفته که آخرش بعدم مینوشت که وزیر دفاع آمریکا افتاد به پای عبداللهیان و گریه که گفت تو خدا مثلا به ما حمله نکنه، این حرفای مسخره برای همون فضای توییتری رجزخانی هاست، مثل اون فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی که من مثلا نیروی دریایی به چی در مخوره که من در کانال سوئز به اون مسئول اسرائیلی تو رادار گفتم شاد آب، مثلا اینا بر تلویزیون و توییتر خوبه که ضعف جمهوری اسلامی رو بپوشونن. اما در مورد حوثی ها، یکی از معجزات تاریخ علم و تاریخ بشریت که این گروه هایی که خنجر به خودشون آویزون میکردن و اسلحه مورد علاقه شون هم تفنگ برنو بوده، اینا یه دفعه مجهز شدن، تونستن تمام مدارج تکنولوژی رو برن تا ته و موشک های 50-60 کیلومتر برد و 90 کیلومتر برد داشته باشن و همینجور مرتب زرادخونه شون تقویت بشه. اینا که خب شوخیه که آقای بورل میگه، برای اینکه همونطور که خودش گفته بود یک ماه پیش که ما این تعامل هسته‌ای که با جمهوری اسلامی داریم، یعنی باجگیری جمهوری اسلامی، چون اینا دارن به جمهوری اسلامی باج میدن، جمهوری اسلامی میاد مثلا اون 60% غنی سازیشو یک کمیشو رقیق میکنه، میکنه 20%، اینا خوششون میاد بهشون مثلا میگن ما اون پولایی که تو عراق یا تو کره است و این مقدار بگیرید، یا جلوی فروش قاچاق نفت به چین رو نمیگیرن. یعنی این بلبستانهای پشت پرده رو میخوان حفظ کنن به این امید که جمهوری اسلامی از این خط قرمز آزمایش هسته‌ای و ساخت بمب دریغ بکنه، نره به جلو. اینا واقعا زبونانه است و جمهوری اسلامی هم چون سالیان سال هنرش همین باجگیری ها بوده، ضعف اینا رو میشناسه، میاد این رجزخوانی ها میکنه. یه نکته هم بگم، این موقع که از ضعف برخی سیاست های غرب میگیم مثلا از فضای کنونی جمهوری استفاده میکنه، جمهوری اسلامی استفاده میکنه، به این معنی است که تحول در دراز مدت و به طور کلی به نفع ایناست. همون سال 1991 که اینا اومدن با اسرائیل مقابله کردن، نتیجهش این شد که از اون به بعد آرام آرام جمهوری اسلامی از چرخه اقتصاد جهانی حذف شده. هیچ کشوری نمیره اونجا سرمایه گذاری کنه، هیچ کمپانی نمیکنه، این اقتصاد ورشکسته است. بنابراین در کلش که اینا بازندن، ولی برد و باخ در دستگاه این حکومت متفاوت با اون که حکومت نرمال فکر میکنه. بنابراین با این رجزخونی ها اینا میخوان قدرت نما تمام 7 اکتبر برای جمهوری اسلامی، غیر از اینکه میخواست معادلات منطقه رو مثل 1991 دقیقاً عوض بکنه، ولی به احتیاج به قدرت نمایی هم داشت. سال گذشته در آسانه سقوط هم رفته بود، میخواد قدرت نمایی کنه که ما الان مشغول مبارزه با آمریکا هستیم، آمریکا به ما التماس کرد، اسرائیل حریف ما نیست، از این صحبت‌ها بکنه که در داخل برای مردم ایران قدرت نمایی بکنه. اینه در واقع پشت پردش اینه. ببینید، این برنامه‌های هسته‌ای رو که شما
اشاره فرمودید و باجگیری هسته‌ای در واقع آقای دایی، اجازه بدید که یه تیکه از صحبت‌های آقای علی اکبر صالحی که رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بود و در تمام دوره ریاست جمهوری روحانی و مورد مشورت و اعتماد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است در برنامه‌های هسته‌ای، ایشون 22 بهمن 1402 میگوید که همه ابزارهای لازم برای ساخت بمب اتمی رو داریم. ببینیم، برگردیم. من میخوام ازتون اینو صریح بپرسم، ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟ ببینید، ما همه آستانه های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم دیگه، اونو خودتون برداشت. نه آقای دکتر، خودت برداشت. ما تواناییشو داریم یا نه؟ خودت برداشت. ببین، من یه مثال میزنم. یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد. گرفتم، شما اینجا بیشتر دیپلماتید. شما بگو جعبه دنده ساختی، میگم بله. موتور ولی هر کدوم واسه کار خودشه. بله. خب ببینید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیر کل این آژانس هم بارها گفتند که شفاف نیست جمهوری اسلامی. در یک سال گذشته که اصلا همکاری‌هاش همیشه با مورد انتقاد بوده. در واقع حتی صحبت از این می‌شود که بدون آزمایش هسته‌ای، این که میگه ما تیکه‌هامون رو جدا کردیم، به قول گروسی میگه که مدام صحبت‌های بی‌قاعده درباره سلاح هسته‌ای ابراز می‌شود، از جمله اخیراً در ایران یک مقام بلندپایه گفت ما همه چیز داریم، فقط سر هم نشده. خب که میگه به منم بگین که چی دارین. ببینید، برنامه تولید تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی، آقای ندیمی خواهش می‌کنم بفرمایید شما، که چقدر در معادلات خاورمیانه و این اشاره هایی که آقای دایی فرمودن واقعا چقدر تأثیر داره و چقدر بعضی وقتا این مسیر رفت و آمدها و گفتگوها رو تعیین میکنه. خواهش می‌کنم. خب طبیعیه که داشتن یک سلاح هسته‌ای یا توانایی ساخت سلاح هسته‌ای میتونه نقش عامل بازدارندگی به وجود بیاره برای ایران. حتی تعداد کمی، به اعتقاد من حتی تعداد کمی سلاح هسته‌ای این تأثیر رو میتونه داشته باشه، با وجود اینکه اسرائیل بسیار پیشرفته تر هست، گفته میشه بین 200 تا 250 کلک هسته‌ای داره، موشک‌های داره که میتونن کلک هم بکنن تا برده بسیار بالا، بیش از 4800 کیلومتر، و طبیعتاً از نظر توان هسته نابود کننده نظامی خیلی بیشتر از ایرانی میتونه باشه که همین تازه میخواد به توانایی ساخت 3 یا 5 بمب هسته‌ای برسه. ولی به نظر من حتی داشتن 3 یا 4 یا 5 بمب هسته‌ای هم برای یک کشوری مثل ایران کافی هستش که توان بازدارندگی علیه کشوری مثل اسرائیل به وجود بیاره، و همین میتونه تضمین کننده این باشه که کشوری مثل اسرائیل حتی اگر درگیر جنگی با ایران بشه دیگه از توان هسته استفاده نکنه، یا حتی بیشتر از اون اصولا وارد درگیری نظامی مستقیم با ایران نشه. و من فکر میکنم این همون چیزی هستش که حکومت اسلامی دنبالش هست. به نظر من صرفا داشتن توانایی ساخت سلاح هسته‌ای کافی نیست، باید به طور عملی این سلاح رو داشته باشه و ترجیحاً مورد آزمایش هم قرار بده. اما میدونیم که پروژه آماد که در سالهای آخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 میلادی انجام شد و به مرحله قابل توجهی رسید، در دو مسیر، قسمت مواد هسته‌ای و قسمت فنی تکنیکی و همینطور آماده کردن سایت‌های آزمایشی و همینطور طراحی و ساخت کلک هسته‌ای رو طی کرده، و قسمت غیر هسته‌ای رو به طور کامل انجام داده و سرانجام رسیده. میدونیم که کلاهک‌های برای موشک شهاب 3 طراحی شده طبق پروژه 110 و 111 و نامه‌نگاری‌هایی هم که بین آقای فخری زاده و همکارانشون شده کاملا مشخص شده که پارامترهای مختلف این کلاهک هسته‌ای رو مورد بررسی قرار دادن، و این موشک‌های بالستیک ایران خیلی هاشون کاملا امکان و توانایی حمله کلاهک هسته‌ای داره با تغییرات جزئی. پس این توانایی وجود داشته و صرفا کار اینا مونده بوده برای
داشته به وجود آوردن اورانیوم غنی شده با سطح خلوص بالا و این کار رو قرار بوده که در به صورت پروژه نظامی در سایت فوردو انجام بدن. یه پروژه غیر نظامی هم که تا یه حد پایینی غنی‌سازی انجام بگیره بعد مواد مورد نیاز به فوردو منتقل بشه. بعد البته با برملا شدن برنامه هسته ایران خب تغییرات قابل توجهی در این پروژه داده شد و تصمیم گرفته شد که فعلا همه منتقل بشه به بخش غیر نظامی. ولی این اتفاقاتی که در سال اخیر افتاد و هم اکنون سطح غنی سازی به 60% رسیده کاملا دیگه این توانایی برای ایران به وجود آورده که ظرف چند روز حتی اورانیوم کافی و غنی سازی انجام بده به 90% خلوص مورد نیاز برای سلول هسته‌ای و با امکاناتی که از در بخش‌های دیگر پروژه آماده به وجود آمده صرفا مونده که اینا با هم رو هم سوار بشه چاشنی هسته‌ای دتونیتور و دیگر اجزای اون کاملا آماده هست. تجربه هایی برای اون ساختن و در واقع تراشکاری اون لنز انفجاری که باید دور این هسته فیسل متریال قرار بگیره اینا همه انجام شده و فلزی کردن اورانیوم اینا همه آزمایش هایی که انجام شده و صرفا نیازمند این هستش که در یک بازه زمانی کوتاه دوار بشه روی کلهک و این بمب آزمایشی در یک جایی در کویر و ممکنه اصلا آزمایش هم نشه مثل بعضی کشوری که اصلا آزمایش هایی نداشته. بله با امکانات کامپیوتری و آزمایش های سیمی شبیه سازی کامپیوتری این امکان وجود داره که بدونین که نیاز بله. باشه به جار واقعی ساخت باشه. آقای فرزین ندیمی عزیز بسیار ازتون سپاسگزارم. در این یک دو دقیقه ای که فرصت داریم یک پرسش آخر از آقای دایی دارم در پیوند با سوریه. آقای دایی خواهش میکنم بفرمایید که آیا جمهوری اسلامی میتواند روی حکومت بشار اسد حساب بکنه در درگیری با اسرائیل؟ یک رابطه متقابله. من همیشه بر این باور بودم که خیلی زود به نتیجه نرسیم. خیلی هم گفتن تمام شد سالیان ساله بشار اسد دیگه نیازی به جمهوری اسلامی نداره و بیرون میکنه و به نفعش نیست و نه هنوز بشار اسد بسیار 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 ضعیفه و معلوم نیست بدون حمایت مؤثر جمهوری اسلامی بتونه سرپا بمونه. نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه اون بخشیش که ما میبینیم پایگاه‌هایی که اسرائیل میزنه که بیشتر هدفش جلوگیری از استقرار درازمدت سپاه و انتقال سلاح به حزب الله لبنانه اینا کاملا درست. ولی یادمون نره که گروه شبه نظامی که از خود سوریه‌ها نفوذی که در داخل ارتش سوریه و غیر جمهوری اسلامی داره با دستگاه امنیتی بالاخره با نیروی دفاع وطنی سوریه رو همدانی رو انداخت 50,000 تا نیرو داشت. اینا بنابراین خیلی زود به نتیجه نرسیم. خیلی زود ببینیم یه رو وقت داریم. بله من فکر نمی کنم به این زودی ها جمهوری اسلامی از سوریه بیرون بره و براش بسیار مهمه. یکی از استراتژیک ترین مسائل برای جمهوری اسلامی در منطقه سوریه است. اگه سوریه نبود حزب الله هم برای جمهوری اسلامی عبه میره. ممنونم ازتون آقای دایی عزیز و آقای ندیمی عزیز. ممنونم. بریم پرده آخر. و اما سروران گرامی سوال میکنن تا کی چرا انتقام سخت صورت نمیگیره؟ یعنی چی پس؟ چرا یه عده اینقدر دارن مسئله را کوچک میکنن و میخوان مستقیم ما را وارد یک صحنه درگیری کنن؟ ما یک موشک بزنیم اونم یک موشک بزنه تو نماز جمعه ما این میشه انتقام سخت؟ در ایام نوروز 1460 1403 260 میلیون سفر ثبت میشه. مردم در آرامش و آسایش و تفریح دارن تمام کفر را دارن مزمحل میکنن. این انتقام سخت نیست؟ شب و روزگار خوش.